السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، دوستان عزیز، نسبة توفیق الله سبحانه وتعالى و بارزوی صحت کامل شما آغاز میکنیم درس 28 را در مضمون عقیده سمستر 4. دوستان عزیز، در سه درس گذشته ما در باره مالت با کفر سخن گفتیم و می خواهیم که فشورده و خلاصه مالت با کفر را برای شما بیان کنیم. دوستا، ولو برای یک مبحث بسیار مهم هست در کتابای عقیده و شما در اکثر کتابای عقیده تقریبا در فهرست اگه نگاه کنین، یک عنوان به نام ولو برا را میابین چی در زیر باب باشه که باب در برای ولو برا، یا چی در زیر فصل باشه، یا به هر ترتیب یا زیر مطلب. خب این عنوان که هست یک عنوان بسیار مهم هست و انسان باید در دنیا، مؤمن مسلمان باید ولو برا داشته باشه، ولو باید به اهل دین باشه، با کسانی باشه که الله و رسول گفته که امراش محبت کنین. محبت باید با الله باشه، با رسولش باشه و دیگه انواع محبت که غیر از عبادت است، با مؤمنا، با پدر و مادر، با دیگه مؤمنا و مسلمانا یا انسانای خوب. برا باید با از بیزاری خود را، از مردم بد باید انسان اعلان کنه، باید از شیطان انسان برایت خود اعلان کنه، باید از پیروان شیطان انسان برایت خود اعلان کنه و باید از هم بدان، کسانی که بدکار هستند، کسانی که دشمنان الله و رسولش هستند، باید از اینا برایت و بیزاری خود و دوری خود را اعلان کنه. یک مسئله بسیار مهم هست دوستان عزیز. خب میایم بعضی از مسائل بسیار مهم تر همیشه در ولا که در کتاب شما این مسئله را از همه درازتر کرده و چقدر که دلایل آورده در این مسئله و چقدر که تفصیلات و جزئیات ذکر کرده، تمام کتاب دیگه مسئله را به این تفصیل بیان نکرده هست. به هر حال چون که یک مسئله بسیار مهم است، بازی خاطر توجه بیشتر برایش مبذول گشته. خلاصه مبحث ای هست دوستا که ما گفتیم که انسان باید به دشمنای الله سبحانه و تعالی برایت خود اعلان کنه، بیزاری خود از اینا اعلان کنه، چون که نممکن هست، هیچ امکان نداره، عقلا منطقا هیچ امکان نداره که شما به یک کسی محبت دارین که الله سبحانه و تعالی هست و شما مکلف هستین، جز ایمان شما هست که به او محبت داشته باشین. چرا باید محبت نداشته باشین که شما را زندگی داده، شما را انسانای بهتر انسان داده، پدر و مادر داده برای شما. هر چیزی که تو در این دنیا خوش داری الله سبحانه و تعالی برای تو داده. دیگه به الله سبحانه و تعالی باید محبت داشته باشی مؤمن. و ناممکن هست که باز بیاییم با دشمنان الله سبحانه و تعالی محبت کنین، ممکن است، عقلا منطقا درست نیست. در دنیا مگه شما فکر کنین چنین کار معقول نیست که شما یک دوست، بهترین دوست در دنیا داشته باشین، اولین ترین انسان باشه که برای شما محترم تر باشه، شما با اون محبت بیشتر داشته باشین و یک کسی دیگه که دشمنش هست همراه او محبت داشته باشه، ناممکن هست، یک چیز معقول هم نیست. همه ترتیب هست که باید مؤمن با الله سبحانه و تعالی محبت داشته باشه، پس از دشمنان الله سبحانه و تعالی باید بریده باشه، باید بیزار باشه از اینا، بیزاری خود را اعلان کنه. خب دوستا، اگر ما گفتیم اگر محبت در مسائل دینی بود که شما کفار معاونت می رسانین، همراه اینا یا کمک می کنین بر مسلمان ها، یا بر همراه ظلم آنها خود را شریک می سازین و این هرچی به خاطر محبت شما باشه، محبت چیزی قلبی هست
و اظهار محبت خواهی در الفاظ باشه، در افعال باشه و یا در نیت باشه. خب پس شما از جمله این همیشه. و باز میام یک مسئله دیگه هست، اگر مسئله چنین باشه که به خاطر کدام جا و پیسه و کدام چوکی دنیا باشه، بدون شک گناهکار و فاسق و عاصی هست و خطر می روه که احیانا سبب یمی هم زوال ایمان نگرده، اما لیکن برایش باز انسان مرتد و کافر گفته نمیتنه، چون که دوست کافر را دوست نداره، از اینا بعدش می آیه، انها را دشمنای الله و رسول می دانه، حتی دشمنای خودی می دانه، چون که در حقیقت کافر امرای شما دوستی نداره در برای دین تان. به این ترتیب فقط می خواهی که از اینا پیسه بگیره بکنم، ترتیب خود را برایش نزدیک می کنه. او باز گفت سخن جداگانه هست، مسئله ارتداد باید بسیار دقت شوه و خصوصا هر کس پیسانه نکنه. خب امی مبحث مهمی برای شما و شما وعده دادم که ما برای تن بیان میکنیم، چرا برای شما بیان میکنیم مسئله اکراه را که مکریه. خب برای ما شما گفته بود کمپیوتر کدام شکل پیدا کرده، گفته بود که مسئله اکراه را برای شما واضح می سازیم و حال آمد می گوید که شما دانستین که آزاری که بعضی از مردم آزارها پیش می کنند قابل قبول نیست در نزد الله سبحانه و تعالی، و از جمله همین آزارهایی است که بر مال و بر جای خود می تواند